السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحمدلله و صلاة و سلام علی رسول الله. و بعد، فقد قال الله سبحانه و تعالی و اذ جعلنا البيت مثابة للناس و امنا و عهدنا الى ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی للطائفین و العاکفین و الرکع السجود. الآیه با تقدیم سلام به خدمت تمام دانشمندان، بزرگوارا، برادرا و خواهرا و جوانا، ما امشب کمی مریض بودم، فعلا هم فشارم پایین است، ولی به احترام مجلس میمون و مبارک چند لحظه کوتاه صحبت خواهد کردم. در ابتدا از نهادها و مجتمعهایی که چنین برنامه ها را میندازه، از خداوند برشان نصرت و کمک و توفیق میخواهم. و به حیث یک فرد جامعه مسلمان افغانستان از اینا تشکری میکنیم. از تمام نهادها، سازمانها، مجتمعها و دانشمندا. در قبل از اصل بحث، در احوال کنونی امت و در وضعیت فعلی جامعه بشریت، کارهای با مزد و با اجر کم تاثیر است نسبت به امور نفلی، فکری و داوطلبانه. و به این اصل باید دقت بکنیم که روش و میتود رسالت پیامبر علیه السلام چنین بود. همه جان اعلان میکردند که این اجر الا علی الله، یعنی کار داوطلبانه داشتن، کار بمزد و کار غیر علمی و کار غیر فکری نداشتن. تدریس، سیمینارها، مجالس، درسهای حوزه‌ای و در مساجد، حلقات، نوشته ها، وقت ضایع کردن در ایراها، وسایل معقول و مؤثر مقابله با فرهنگای غیر دینی و غیر اسلامی است. در گذشته، قبل از انقلاب در افغانستان و در جریان انقلاب، همه شاهد هستیم، هم نظام های مفسد قبلی و هم نظام های شیوعی و سوسیالیستی و کمونیستی داشتن از چنین محافل و مجالس و حرکت ها خود را اشباع می کردن و جامعه را رهبری می کردن، مثل کار داوطلبانه، میتینگ، مارش، موسیقی، فحشا و و و. ولی الحمدلله جامعه ما و امت مسلمه در مجموع در اکثر کشورها با درس در مسجد با یک ساعت، با جلسه در معذر مردمی که بالای قبرستان میاد، با تحقیقات علمی یک روزه در یک سیمینار، و بالاخره با تدریس یک امام در یک جامعه، توانستن روی اصلی قضیه را زنده نگه بدارن. ما از ایشان تشکری میکنم که راه را تعقیب میکنن. برای پسندیده بودن امور ما در دنیا و در آخرت، وسایل نیک همان همین وسایل است. و
موضوعی که ما میخواستم صحبت بکنم و اینجا مجلس علمی است، تقریب مذاهب با هم بودن امت، با وصفی که صدها دلیل واضح و موثق و عنصر مشترک وجود دارد، با آن هم توسط دشمن همیشه مورد ضربه قرار میگیرد تا فاصله ها ایجاد شود، تا بعد و مسافه بین اینا ایجاد شود. از ابتدا وقت تواریخ میخوانی، سیرت ها رو میخوانی، میایی و میایی و میایی تا امروزی تلاش دوام داره. نقطه مرموزی که اینجا نهفته است و یه است که وقت فضای امن در اندیشه ها و هسته های علمی تأمین شود، وقت دانشمندان مسلمان، وقت اهل علم، وقت مراکز و هسته ها و کانون های علمی مراعات امنیت در فضای اندیشه و فکر بین هم بکنند، هیچ وقت جوامع و کشورهای مسلمان بین هم نمیفته. جنگ فیزیکی، اختلاف اجتماع، روی هم قرار دادن جامعه مسلمان توسط استخبارات بیگانه وقت مؤثر است که دانشمندا در چوکات اندیشه و فکر قضیه معمون بودن و سلامت ماندن چوکات عمومی را کم احتیاطی بکنند. کم احتیاطی بکنند. در این هیچ شک نیست که بچه دهقان از زیر درخت ناگهان تفنگ نمیگیره، با کس نمیجنگه. و در این هم هیچ شک نیست که جوان در پوهنتون و در عقب میدیا وقتی با هم اختلاف کرد، آرام آرام این اختلاف نظر به اختلاف عمل در بین توده های جامعه تبدیل میشه. وقتی اختلاف و میان آمد، باز عبادت، بندگی کردن، معیشت و زندگی کردن به بحران روبرو میشه. ما میاموزیم، الله قدوس در قرآن میفرما و اذ جعلنا البيت مثابة للناس و امنا، وقت کعبه را مرجع برای بشریت ساختیم و این مرجع را امن ساختیم. بودن مرجع، بعد از اون معمون بودن مرجع برای مراجعین، و عهدنا الى ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی للطائفین والعاکفین. در مرحله سوم قضیه عبادت یاد میکنه، اول مرجع، دوم امنیت، سوم بند عبادت کردن و بندگی کردن. و برای حکام و برای دانشمندا، برای عمرا چی میگه؟ و عهدنا الى ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. زمین سازی خوب را برای بندگی کردن مراجعین و برای عبادت کردن مراجعین مهیا بسازند. وظیفه عمرا، وظیفه دانشمندا، وظیفه ولات امور چنین است که داشتن مرجع و زمین سازی امنیت در اون مرجع، که امنیت منشش و جایگاه و سرچشمه اصلیش قضیه اندیشه و فکر و سلامت ماندن این چوکات است، و سیوم طریق خدمت کردن برای مراجعین. ما فعلا مراجعین بسیار داریم، 1.5 میلیارد مسلمان داریم، 1.5 میلیارد مسلمان داریم، ولی به ابراهیم و اسماعیل علیه السلام و رهروان واقعیش از دانشمندا و از عمرا ضرورت داریم تا برای ما زمینه خوب زندگی و بندگی کردن مهیا بسازه. ما به کتله خرد دانشمندا افغانستان نظر نکنیم که اینا کم است و تعدادش کم است، به نتیجه نظر بکنیم.
حالت ما وقتی ما وقتی ما کم است، حالت افغانستان ببینیم از نزدیکیت و از فراست و از ابتکار دانشمندای تشیع و تسنن و از نعمت حکام خوب. ما در غیاب در این دوره ها برای استاد ربانی شهید و برای آقای کرزایی که در دوره های حکومتشان بودن در غیاب در مسائل تقریب مذاهب دعا کردیم. اونا واقعا زمینه را زمینه نامناسب نساختن و شما میبینین که بشریت در این قضیه فعلا با کدام بحران و با کدام تلفات و با کدام خسران روبرو است. ولی شاکر باشیم لااقل در محیطی که دسترسی و مسئولیت ما و شما است، فضای خوب بندگی کردن و عبادت کردن و زندگی کردن مهیا است. کوشش بکنیم این سرعت بکنه در دیگه کشورها هم، در دیگه محیط هم، و بیاموزیم از کشور ایران، بیاموزیم از کشور عربستان، بیاموزیم وقتی اونا در فکر و اندیشه خود یک حدود را، یک چوکات را در نظر گرفتن تا توانستن خود را نجات بتن. ما هم کوشش نکنیم که به سوی مجموعه خود مردم را بکشانیم و کوشش نکنیم که به سوی مجموعه دیگرا سنگ نقصان بیاندازیم. ابدا بیایم صابرانه، صادقانه، آگاهانه پیروی از ائمه مبارکه همچو امام جعفر صادق علیه السلام و امام های دیگر صادقانه اطاعت و پیروی بکنیم. هیچ وقت در کلمات خود، در برنامه های خود، در تعامل خود، در آموزش خود چوکات عمومی تدین و بندگی را ضربه نزنیم، در حالی که ما بنده های خدای یگانه و اهل قبله واحد و امت پیغمبر بزرگوار و خاتم النبیین، و در حالی که امامای ما و اکابر اصلی دینی ما هم درس و هم صنف و هم زبان و هم یقین و هم تعهد و هم پاس مثل که رحمانی صاحب یاد کردن، هم کلاس، شاگرد و استاد. اونجا وقتی ما میبینیم امام ابو حنیفه از قیام که در عصر صورت گرفت دفاع کرد، در دفاع دیگه نتوانست کمک بکنه، پول داشت، پول داد کمک کرد، بزندان برده شد، گفت از این دفاعت بگرد، گفت نمیگردم، دو راز دیش. بعض تاریخ میگه به اثر او زدن امام ابو حنیفه مریض شد و بالاخره فوت کرد. این طور عمل بکنه لااقل اگر نمیتونیم با علم، با پول، اگر با پول نمیتونیم با قوای بشری، اگر با قوای بشری نمیتونیم، آن قوایی که ما عقیده داریم قوای معنوی است، دعا بکنیم، نیت خوب داشته باشیم در قضیه. موفقیت همگی رو میخوام. ما با این اجتماعات افتخار میکنیم، جزی اجتماعات هستیم، فردی در این اجتماعات هستیم، همکار هستیم، همرزمی ابتکارات هستیم. متن زندگی ما در دنیا و در آخرت چنین است، نه تنها در دنیای مادی بلکه در دنیای موجود و در آینده آخرت. همه کامیاب باشین، خواهرای ما کامیاب باشن، جوانای ما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.